دوستان، خاله سیما هستم. به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروز هم با آموزش گارنگیریق اردبیل یا همون بادمجون شکمپر در خدمتون هستم. با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع میکنیم. بادمجون 7 تا 8 عدد. من بادمجونامو راه راه پوست کندم، یه شکاف دادم توش و توی یه دونه لگن شستم. بعد ریختم توی لگن، یه مقدار نمک روش ریختم، 20 دقیقه زمان دادم که تو آب نمک بمونه. بعد ریختم تو آبکش، آبش رفت، خشکش کردم و آماده است. گوشت چرخ کرده 300 گرم، پیاز نگینی خرد شده 1 عدد متوسط، سیر نگینی خرد شده 3 عدد، یعنی 3 حبه، رب گوجه فرنگی 1 قاشق غذاخوری، جعفری خرد شده 2 قاشق غذاخوری، فلفل، زردچوبه، نمک هم به مقدار لازم. حالا اول بادمجونامون رو سرخ میکنیم. اجازه میدیم که بادمجونامون رو سرخ بشه. بادمجونامون هم یه طرفش سرخ شد، برش گردوندم تا طرف بعدیش هم سرخ بشه. بعد از اینکه بادمجونامون سرخ شد جمعش میکنیم و پیازهایی که نگینی خرد کرده بودیم و میذاریم سرخ بشه. بادمجونامون که سرخ شد جمعشون کردم، گذاشتم سرد بشه. الان پیازامو ریختم توی روغن که سرخ بشه. همونطور که میبینین هم سبک شده هم رو به طلایی شدنه. سیرامونم میریزیم تا پیاز با پیاز داغامون یه مقدار طلایی بشه. میتونین از پوره سیرم استفاده کنی، یعنی سیره رنده شده. گوشتمو میریزم، با پشت قاشق کاملا بازش کنیم تا گوشت چرخ کردم و قشنگ دون دون بشه. همون اضافه میکنیم نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، فول بیبر، پاپریکا. هم می‌خوریم 1 دقیقه. همین که عطر ادویه‌تون بلند شد می‌تونین ربعم بهش اضافه کنید. رو به اونم اضافه نکنیم. چون براش دوست میخواییم درست کنیم، من دیگه رو بهش زیاد اضافه نکردم، فقط در حد اینکه یه مقدار رنگش تغییر کنه. الان رنگش خیلی خوبه. جعفریامون رو بهش اضافه میکنیم. جعفری هم که میدونی یه عطر و بو و طعم خاصی همیشه به غذاهامون میتونه بده. آماده که شد زیرش رو خاموش میکنیم و اجازه میدیم سرد بشه تا بقیه کار غذامون رو انجام بدیم. به این شکل. بعد از اینکه بادمجونمون سرد شد، من بازش کردم با قاشق، سطحش رو 1 دست کردم تا یه مقدار جا باز شد توش مواد گوشتیمون رو بتونیم بذاریم. دیگه تا هر چقدر که جا داشت میتونیم با این مواد گوشتی پرش کنیم. یکی دیگه‌ش هم آماده میکنم پیشتون تا ببینیم. بادمجونا رو باز کردم قشنگ، با پشت قاشق 1 دستش میکنیم. بعد از مواد گوشتیمون توش می‌ریزیم.
به این شکل. بعد میریم سس غذامون آماده کنیم. و من یه مقدار روغن ریختم، یه قاشق قزلخوری هم رخ می‌ریزیم و تفتش می‌دیم. شده گاز کم می‌کنیم. دیگه نیازی نیستش ادویه بزنیم. فقط اگه خواستیم می‌تونیم یه کوچولو بهش نمک بزنیم. بعد از اینکه رنگ روغمون تغییر کرد و خامشب بیرفت، نصف استکانم بهش آب اضافه میکنیم. آب اضافه میکنم و میذارم که به قول بیفته. هم بزنین تا این ربا گوله هاش باز بشه. از اینکه سسمونو آماده کردیم، بادمجونای شکمپرمونو یا گارنیراقامونو میچینیم توی مایتابه. بعد میذاریم رو شعله گاز تا سسمون غلیظ بشه و بره به خورد این بادمجونا. گارنیراق ما آماده شد. با یه مقدار جعفری خود شده میتونین زیباترش کنین. امیدوارم که آموزش امروزمونم پسندیده باشین. ما رو به دوستاتون معرفی کنین. اشتراک گذاری رو فراموش نکنین. تا برنامه بعد و آموزشی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.